از زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان بن عبدالعزیز تا کنون وی در راستای کمرنگسازی نفوز چهره های سلفی و اندیشه های آنان گام برداشته و روز به روز عربستان سعودی را به سمت کشوری سکولار پیش برده است. بر همین اساس عربستان سعودی قرار است میزبان بزرگترین کنسرت در خاورمیانه باشد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بر اساس گزارش رسانه های داخلی عربستان بزرگترین کنسرت خاورمیانه میان قرار است از 16 تا 19 دسامبر در ریاض با وجود شیوع ویروس کرونا برگزار شود. لیست مشاهیر خارجی در کنسرت سال 2021 هنوز فاش نشده است. طلاح بوهیتی مسئول رزرو استعدادها و رویدادها در عربستان اعلام کرد جشنواره سال 2019 بسیار مهم بود. زیرا صحنه موسیقی و سرگرمی در عربستان سعودی ما را بر روی نقشه جهان قرار داد و قنای موسیقی و فرهنگ عربستان و منطقه را برای جهانیان آشکار کرد وی افسود عربستان در حال تغییر است که محبوبیت موسیقی و فرهنگ جشواره ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد بلیط های این کنسرت از دو دسامبر قابل دسترس خواهد بود مبلغ آن از 135 ریال عربستان معادل 36 دلار شروع می شود که شامل حمل و نقل از مکانهای مشخص در ریاض برای محل برگزاری است مخالفان بارها این گونه جشن ها که با توجه خاص محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی در راستای اهداف چشمنداز 20 برگزار می شود را ابزاری برای دین زدایی در کشوری دانستند که میزبان مهمترین اماکن مقدس اسلامی است و پادشاهش خود را خادم حرمین شریفین مینامد. نامد. ولی جوان سعودی از زمان روی کار آمدنش برای ایجاد تغییرات ریشهی و اسلام زدائی از عربستان و کشاندن این کشور به سمت بیدینی تلاش زیادی کرده و در این سالها فروش مشروبات الکلی برگزاری های مختلف دعوت از خوانندگان غربی و از سوی دیگر بازداشت صدها عالم دینی و خطیب مسجد از مصادیق بارز این موضوع است بسیاری از ناظران معتقدند که ادعای مقامات سعودی مبنی بر اینکه به دنبال آسایش و رفاه شهروندان سعودی هستند در چارچوب سیاست محمد بن سلمان در حذف هویت عربی و اسلامی از ملت عربستان به بهانه مبارزه با افرادگرایی صورت می گیرد. آنها بر این باورند که آل سعود سرمایه های عظیم مالی را در بخش سرگرمی هزینه می کند تا جوانان سعودی را با سیاست های بیپروای خود منحرف کرده و فساد و انحطاط را در عربستان گسترش دهد علاوه بر این ولی عهد سعودی قصد دارد چهره ناقض حقوق و آزادی ها در عربستان را از خلال تغییرات گسترده اجتماعی که اخیرا ایجاد کرده است بهبود ببخشد.